طی یک ماه گذشته چند حادثه تروریستی مشابه باعث شهادت چند شهروند شیعه هزاره در افغانستان شد در میان جانباختگان چند عالم دینی شیعه در حمله افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند طالبان تا کنون درباره این حادثه و حوادث مشابه قبلی هیچ اظهار نظری نکرده است با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم پس از استقرار طالبان در افغانستان شیعیان هزاره از امنیت جانی کافی برخوردار نبوده و هر لحظه بیم آن می رود که تعدادی از آنان به دلیل حملات تروریستی مشابه در نقاط مختلف افغانستان در کام مرگ گرفتار شوند. بر همین اساس برخی از تحلیلگران معتقدند که ضروری است تمهیدات لازم در جهت حفظ جان و امنیت آنان به هر نحو ممکن در نظر گرفته شود. پاسخگو کردن دولت طالبان از سوی گروه ها و شخصیت های مؤثر شیعه افغانستان و پیگیری های ممتد برای یافتن عاملان این جنایت ها از دیگر راهکارهای موثری است که تحلیلگران بر این باورند برای پایان دادن به این گونه حوادث تلخ می تأثیر گذار باشد. بسیاری از ناظران تصور می‌کنند که شیعیان و هزاره های افغانستان ظرفیت ها و توانمندی لازم برای حل این معضل پیش آمده را داشته باشند. و بایستی با هم فکری افراد موثر و علاوه بر آن با بهرهگیری از ظرفیت های بین المللی دولت طالبان را ملزم به چارهجویی موثر در این زمینه نمایند. علاوه بر آن تحلیلگران این واقعیت را مورد تاکید قرار دادند که نقش کشورهای مسلمان منطقه و من نیز نهادهای حقوق بشری و همچنین شخصیتها و گروه های دینی شیعه در سر تا سر جهان و موزگیری قاطع آنان در قبال این جنایات بدون تردید در این زمینه تأثیر گذار بوده و می تواند دولت طالبان را در برابر این جنایات پاسخگو کرده و امنیت نسبی شهروندان شیعه هزاره را تأمین نماید. در همین راستا سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان جنایت فجیع اخیر سازمان های تروریستی در افغانستان که منجر به شهادت تعدادی از علمای شیعه در شهر حرات و دیگر شهرهای افغانستان شده را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه این سازمان در بیانیه ای نوشت در حالی که نقض مداوم حقوق شیعیان توسط مقامات طالبان در دستور کار قرار گرفته بر اساس گزارش منابع حقوق بشری طی دو هفته گذشته گروه های تروریستی مسلح اقدام به ترور تعدادی از علمای شیعه در ایالت حرات و چند ایالت دیگر کردند. شیه رایتس واچ در ادامه نوشته در حالی که نقض مداوم حقوق شهروندان شیعه توسط مقامات طالبان در حال انجام است این سازمان مسئولیت شهادت علمای شیعه را متوجه طالبان میداند و بدون تردید مسئولیت این جنایت تروریستی را بر عهده دارند سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان همچنین تاکید کرده که طالبان گروهی است که به صورت غیرقانونی قدرت را به دست گرفته و در افغانستان تسلط یافته است در این حال این گروه موظف است که نقش خود را به عنوان دولت مستقر در حمایت از مردم افغانستان بدون هیچ گونه تبعیض مذهبی و نژادی ایفا نماید شیه رایتس در ادامه نوشته است طی سالهایی که طالبان قدرت را در دست گرفته ترورهای بیشماری علیه افراد و شخصیتهای غیرنظامی با موقعیتهای مختلف اجتماعی انجام شده در حالی که طالبان در قبال این جنایات سکوت کرده و به دنبال پنهان کردن جنایات خونی در حال وقوع است. در خاتمه این بیانیه سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان نسبت به خطر تداوم این جنایات و تکرار فجایعی از این دست علیه مردم بیگناه هشدار داده و از تمامی فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشری محلی منطقه‌ای و بین المللی برای اعمال فشار به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر در آن کشور دعوت نموده است. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه ساعتی قبل گفتگویی داشتیم با مصطفی اکوان مدیر سازمان شرایس فاچ و عزیزشان پرسیدم برای پایان دادن به این گونه جنایات چه اقدام هایی ضروری است و راهکار پاسخگو کردن طالبان چیست؟ با هم ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تشکر از شبکه امام حسین علیه السلام برای پریگیری کردن این احداث اخیر افغانستان متاسفانه همیشه ما در افغانستان این رو دیدیم که کشتار شیعیان بیشتر جنبه سیاسی داشته تا جنبه دینی بله گروه های تندروی سنی همیشه شیعه رو کافر میدونستن و همیشه به وسیله یا خود افغانستان یا مدرسه هایی که در پاکستان علیه شیعیان درس میدن و همیشه سعی کردن که فشار رو روی شیعیان بگذارند این کشت و کشتارها انجام میشده در, اواخر در این اواخر بیشتر کشت و کشتارها هدف و راهبردش برای این بوده که اشخاصی رو که به شیعیان کمک میکنن چه از نظر فکری چه از نظر مالی چه از نظر درسی اینها رو مورد هدف قرار بدن به خاطر همین دیدیم که بیشتر انفجارها در مدارس اتفاق میفته بیشتر کشتارها و اهدافی که برای کشتن شیعه دارن اشخاصی هستن که فعال هستن چه فعال سیاسی چه فعال دینی این عزیزانی که کشته شدن باید بکراند اونا رو باید بررسی بکنیم ببینیم چه کارهایی رو برای خدمت به شیعه انجام میدادن چون بیشتر اتفاقاتی که افتاده برای همین بوده دولت طالبان چون از هیچ کشوری هنوز تاییدیه نگرفته کار کردن با دولت طالبان خیلی سخت هست و جامعه جهانی هنوز نتونسته فشاری رو رو دولت طالبان بیاره مردم تقریبا مردم سنی از طالبان راضی هستن به خاطر اینکه اون امنیت رو برقرار کرده اون اما در عین حالی که اون امنیت ظاهری رو برقرار کرده هنوز اون تفکر تروریستی و این تفکر جنگ زدایی جنگی که دارن علیه شیعه و علیه شیعیان هنوز هست این فکر رو هم از پاکستان میارن و هم از کشورهای مختلف دیگهی که فشار رو روی شیعه میخوان بیارن مردم افغانستان باید بیشتر با هم متحد بشن و بیشتر بتونن برای مقابله با تروریست و برای مقابله با افکار تروریستی با هم کار بکنن در قدیم دیدیم که این اتفاق برای عزیزان هزاره افتاده اونها با هم متحد بودن و تونستن با هم دیگه کار بکنن و جلوگیری بکنن از حملاتی که میشد به خاطر همین ما هم الان باید عزیزان افغان خودمون رو کمک بکنیم و پیگیری بکنیم که هر چقدر بیشتر با همدیگه متحد بشن و هر چقدر بیشتر نشون بدن به دولت طالبان که بودن آنها در افغانستان یک پوینت مثبتی هست برای پیشرفت افغانستان و برای درست کردن صلح در کشور افغانستان بیشتر میتونیم اونها رو در جامعه ببینیم و بیشتر باید سعی بکنن در جامعه سیاسی، در جامعه اقتصادی پیگیری باشن و کار بکنن که بتونن هر چه بهتر و هر چه سریعتر این صلح رو برقرار بکنن در افغانستان.